در بحث مجازی سازی ما اولا یه نکته هستش که حتما سی پی یو سرور و سی پی یو خود مثلا کیس ما باید مجازی سازی رو چیه؟ ساپورت کنه و باید بریم از قسمت تنظیمات کانفیگوریشن سیمونس یا همون بایوسمون این مجازی سازی رو چیکار کنیم؟ فعالش کنیم. اگه مجازی سازی فعال نشه اصلا روی سی پی فعال نیست. یکی از فیچرهای سی پی یوه. ما میگیم روی فیچرهای سی پی یو چه تو پی سی چه تو سرور باید بریم از فیچرهای سی پی یو این بحث ویچرایزیشن چیکار کنیم؟ ما هم به هر مدلش هم چیه متفاوته. مثلا ها یکشو بزنم تو enable resization in مثلا server hp مثلا g ها ببینیم در یک server hp g نه چطوری میشه مثلا مجزا سازی رو چکار کرد؟ فیلم هاشم تو اینترنت هست، میگه کلید مثلا افش رو میزنی یا افتح رو میزنی وارد میشی، میگه مجزاسازی رو چکار میکنی؟ فعال. اگر مجزاسازی فعال نشه اون سرور مجزاسازی رو فعال سی پی فعال نشه سرور مجزاسازی رو ساپورت نخواهد کرد. میگم عکسش هست نشونت بدم، اینجا داره گزینه هاشو میگه، میگم تو عکساش هست بهت نشون بدم یه مورد مثلا اینا بشه تکنولوژی چی بشه فعال بشه یا توی پی سی هم همینطور. یه بحث این مجازی یه بحثی هم داریم به نام هایپر تریدینگ، ببستیم به نام چی؟ هایپر تریدینگ. تجهیزات جدیدی که ما داریم، سرورهای جدید یا کیس های معمولی که ما داریم یا لپتاپ های جدید همشون هایپر تریدینگ رو چیه؟ ساپورت میکنه. هایپر تریدینگ یعنی چی؟ نگاه با من سی پی یو چند من یه سوکت هست، یعنی یه سوکت سی پی یو دارم، درسته؟ یه سوکت سی پی یو من چند تا کد داره؟ دو تا کور فیزیکی داره، اما چون هایپر تریدینگ رو داره ساپورت میکنه هر کار میتونه دو تا ترید همزمان چیکار کنه انجام بده. اما به صورت مجازی چند تا پروسسور داره؟ 4 تا. این نکته در سرورها خیلی مهمه ها. در سرورها چیه مهمه؟ تو حتما باید گزینه هایپر در بحث مجازی سازی برای اینکه بتونه سرورهای تو خوب کار کنه باید بری هایپر تریدینگ رو چیکار کنی؟ رو سرور فعال کنی که به صورت پیشفرض در همین سرور هم چیه؟ فعال. مگه خودت بری چیکارش کنی؟ جلوش رو ببندی. این خوبش این میشه مثلا تو یه سی پی یو خریدی با 8 دسته، چون هایپر تریدینگ روش فعال میشه مجزای سازی اون رو به عنوان 16 دسته میشناسه، مثلا 16 تا سی پی یو رو میشناسه. پس یه بحث سوکت داریم، یه کور فیزیکی داریم، یه کور چی داریم؟ رادیکال داریم، منطقی داریم. مثلا سرور های تو جینا اینه که تو مجموعه تو توی اداره هست، اونا دو تا سوکت دارن که هر سوکت روشون معمولا 8 تا چی داره؟ کور فیزیکی داره که هر کور فیزیکی میشه 16 تا کور چی؟ رادیکال. معمولا 32 تا چی دارن سرور های جینا؟ سی پی یو منطقی دارن، اما واقعا 16 تا، یعنی واقعا کور فیزیکیشون 16 تا است، کور مجازیشون 32 تا است. بیایم به مورد بحث مجاز سازی. ما خب سخت افزار رو تقریبا توضیح دادیم. تو بحث نرم افزار ببینیم، ما میتونیم مجاز سازی اگه بخوایم رو اندازی کنیم در بحث ورکستیشن ما چه در بحث سیستم ها به مطرح نیست، تو چه ویندوز چه تو لینوکس چه تو مک، ما سه تا نرم افزار مهم داریم براش. یه نرم افزار VM Workstation رو داریم، یه چی رو داریم؟ VirtualBox رو داریم، بعد مثلا میخوام بگم مثلا توی بحث مک، بذار مک یادم نیاد، حضور ذهنم ندارم. ما توی سیستم عامل مک هم یه نرم افزار مجزا سازی داریم، من دقیقا حضور ذهن ندارم، بذار یه نرم افزار مجزا سازی توی مک هم چیه هست. خب مهم نیست، ورک استیشن خود وی ام و ورک استیشن یا ویچار باکس روش هم چیه نصب میشه. محیطشون رو نمیدونم دیدی، یعنی محیط وی ام ورته، محیط چیه؟ وی ام ور هستش. این محیط
اوکی چیه؟ ویچار باکس هستش. ما شرکت چیه؟ ویچار. همینا تو لینوکس هم نصب میشن، توی مک هم چیه؟ نصب میشن. خب نسخه بعدی بخش سرور هامون هستن. روی سرور ها در خانواده های ویندوز، ما بحث هایپر وی رو داریم. سرور چی رو داریم؟ هایپر وی رو داریم. توی ویندوز سرور نصب کنی یه سرویسی روش نصب میشه به نام چی؟ هایپر وی، که میتونی با این هایپر وی بذاری رسی من به یک از سرور هم نصبشم محیطش رو بهت نشون بدم. این محیط چیه؟ این محیط شبیه سازی مثل این داره. عکسشو بیان. این محیط شبیه سازی مثل این داره روی ویندوز سرور. روی ویندوز سرور باید نصب کنی. روی ویندوز سرور سرویس چی فعال میشه؟ هایپر وی فعال میشه. میتونی بهش مجزا سازی درست کنی. سرور مثل چند تا سرور روش هستش، میتونی چیکار کنه؟ مدیریت کنه. روی سرور 2012 با هایپر وی که وجود اومد، روی از 2008 به وجود اومد، ببخشید گفتم سرور 2008 به وجود اومد و میتونه سرور 2008 نصب کنه. 2012 به سرویساش اضافه شد، خوب بود. من تنین سرور خودم رو باش راه اندازی کردم، خوب بود. اما در سرور های ویندوز سرور 2008 واقعا مثلا دیگه بحث اچیو اینا رو نداشت روی 2012، اما 2016 چی شد؟ این هم بهش اضافه شده و واقعا تو محیط گرافیکی هم داره مرموسه بیشتر کار. من بخواد میگم اگه مثلا سر من خودم میگم اگه جایی باشه یه پروتولای شما ضعیف باشن و یه سیکس رو برد نباشن، بهتر است استفاده کنید های پی بی استفاده کنید. و واقعیتش هم بخواد در بحث مجزا سازی خود سیستم عامل های مایکروسافتی خیلی بهتر از یه سیکس عمل میکنه. هم مموری کمی میخواد، هم ریسورس کمتری میخواد و هم روان‌تر کار میکنه. من تجربه شخصی خودم رو میگم، ضعیف هم نیست اما با بی اس ایکس. بخصوص اگر بخوای سیستم عامل رو که توش نصب می‌کنی ویندوز چی باشه؟ سرور باشه. خب تو فکر کن یه نرم افزاری رو مجزا سازی کن خود ویندوز سرور و می‌خوای توش هم چی نصب کنی؟ ویندوز سرور نصب کنی. خب مطمئن باش هر صدا کارکنشون یکی باشه چی میشه؟ سریع‌تر و روان‌تر کار می‌کنه. نکته بعد یکی از مزیت‌های هایپر وی این هستش که می‌تونی به صورت شیر مثلا تو بگی آقا مثلا تو اس ایکس نیست، تو مثلا میتونی بگی آقا من به این سرور خودم 2 گیگ مینیموم 2 گیگ رو میدم، درسته؟ تا سقف چند گیگ؟ 4 گیگ. این 2 گیگ شروع میکنه تا 4 گیگ پرفکت که کار میکنه و چند گیگ از تو میگیره؟ 2 گیگ شروع میکنه سرور کار میکنه. تو اگه تا 2 گیگ کار کرد، اگر نتونست کار کنه 2 گیگ افزایش میده به چند گیگ؟ آروم آروم میگه 4 گیگ. یعنی تو میتونی، اما توی ایس ایکس این تو نیست. توی ایس ایکس میگه من 16 گیگ هم دارم، 2 گیگ دادم به فلان ماشین، 2 گیگ دادم به فلان، 2 گیگ دایرکت وقتی شروع به کار میکنه 2 گیگ چیکار میکنه؟ برمی‌داره. توی ویندوز هایپر وی تو نیست. تو بهش میگی آقا من 2 گیگ بهت میدم، اما 1 گیگ تو پرفکت بهت میدم، 1 گیگ تو آروم آروم خودت بگی. خیلی کمک میکنه وقتی میخوای روی چند یه سرور چند ماشین نصب کنی. حافظه رو چیکار میکنه خودش؟ مثلا مدیریت شده بالانس میکنه. یه مزیت های هایپر وی کاربریش خیلی آسان تر از ES6 هستش. من خودم در مقابل گتی برگ خیلی مقاوم تر از ES6 هستش. ES6 واقعا در مقابل گتی برگ چیه؟ صدمه پذیره. اما هایپر وی من خودم سرور داشتم، اینها با برگ رفته اومده روش چیه؟ کار کرد. یکی از مزیت های هایپر وی که من خودم عملی هم اینو تجربه کردم ویروس های رانسوور. ویروس های رانسوور که حمله میکنن کور اطلاعات رو چیکار میکنن؟ اینکریپت میکنن. چون فایل های VDX که روی هایپر وی هستش سیستم یوزر میتونه ازش استفاده کنه، اینا رو نمیتونه. چون داره یوزر کار میکنه نمیتونه روشون رو بنویسه. در بدترین شرایط هم حالت مثلا رانسوور روی سرور افتاد و اطلاعات رو اینکریپت میکنه، خود اون سرور رو اینکریپت میکنه، به هایپر وی صدمه نمیخوره. بعدم میاد اون سرور رو پاک میکنه و فایل های پروژه رو اد میکنه و سرور به کار خودش دیگه ادامه میده. اما وقتی ES6 رانسوور میفته کل فایل های ماشینت هم چیکار میکنه؟
کریپتش میکنی، یعنی پدرت در میاد. خب اما چون اکثرا با های بیبی کسی آشنا نیست میرن طرف چی؟ ESX. اما واقعا یه چیزی تحت ما های بیبی هم هستش. من خودم اکثرا سرور هایی که دارم اپراتوراشون میبینم کارشناس نیستن، تکسنی هستن هستن و سوادشون کمه، اکثرا چی زدم؟ های بیبی زدم بهشون. خب اینم بحث ویندوز. بعد دوی بحث لینوکس. تو بحث چی؟ لینوکس ما توی خانواده چیز این بود، من یادم اومد زن بود. این چی بود؟ زن سرور های چیه؟ زن هستن که تو مک هم هست، توی ویندوز هم هست. توی لینوکس ما KVM اسمش چیه؟ ماشین های چی؟ KVM. این KVM هایی که هست تو اتاقه سرور توی میزنی عوض میشد با اینا به وجود، با این سرور هم به وجود دارد. به خاطر اسمشو بگن چیه؟ KVM. در اینکه KVM نوع مجزا سازی در سطح چیه؟ لینوکس هست. KVM لینوکس ویتالیزیشن، این محیطش. سمیتم میتونم عکسی ازش نشون بدم. نه ببین تو محیط لینوکس داره مجزا سازی میکنه با KVM. بزنید تو اینترنت میاد میتونید. جز سرویس های چیه؟ لینوکس هستش. اگه کسی بخواد تو لینوکس سرور لینوکس، ببین خانواده های سرور های لینوکس هم با هم متفاوتن ها. مثلا اوبونتو نسخه ورکستیشنه، درسته؟ یا مثلا فدورا نسخه چیه؟ ورکستیشنه. اما لینوکس سنتو اس نسخه چیه؟ سروره. تو وقتی میخواد مجزا سازی رو سرور کنی نباید با ویچار باکس بکنی یا با وی ام وی ورک استیشن. خب من زاست از کنیم با سرویس چی شو برای کنیم؟ KVM شو. ببین ما گفتیم دو نوع نرم افزار داریم، یه سری نرم افزار ورک استیشن هست نه؟ یه سری نرم افزار چی هست؟ سرور. لینوکس خب دو نسخه داره. ببینیم ویندوز مثلا ویندوز 7 داریم، ویندوز 8 داریم، ویندوز 10 مای ورک استیشن، ویندوز 2003، 2008، 2012، 2016 ما سرور هستش. تو لینوکس هم اینطوریه. ما لینوکس اوبونتو ورکس اوبونتو دسکتاپ داریم، لینوکس اوبونتو چی داریم؟ سرور داریم. و تو خانواده های رد هت لینوکس فدورا واسه ورک استیشن داریم، لینوکس سنتو اس برای چی داریم؟ سرور داریم. توی لینوکس های سرور اگر بخوای مجزا سازی بکنی چی استفاده باید بکنی؟ KVM. سرویس چی باید فراهم کنی؟ KVM. خب اما به طور کلی شرکت وی ام وی اومده یک سیستم عامل رو برداشته کاستومایز کرده به نام وی ام وی چی؟ ES X که اون نسخه جدیدش هم چیه؟ ES X آیه. خب این چرا ما همه جا میبینیم تو دیتا سنتر ها از وی ام وی ES X استفاده میکنن؟ خیلی دلیل داره. واقعا امکاناتی که روی سرور های وی ام و ای اس ایکس هستش در هیچ کدوم از سرور های های بیبی هنوز به وجود نیومده. بعد داره آماکوس آروم آروم به وجود میاره ها، مثل بحث همون اسکیو اوراکل هستش که بعد 10 سال تونست به چی برسه. از 2008 شروع کرد، 2017 تونست اوراکل رو چیکار بده؟ شکست بده. الان داره به های بیبی هم امکانات رو سریعا تو هر ورژن مایکروسافت چیه اضافه میکنه که برسه به چی؟ به ای اس ایکس. اما من نظر شخصی خود من ESX سیستم عامل کاستومایز شده و منحصرا برای چی؟ مجزا سازیه. تو مثلا ویندوز سرور انت کار میکنه، یکی از کارهاش هم های پیویه که باید چیه؟ مجزا سازی انجام میده. یا KVM لینوکس انت کار میکنه، یه KVM هم روش مجزا سازی انجام میده. اما VMware ESX یه سیستمی رو، یه لینوکسی رو برداشت شرکت VMware برای کاستومایز کرده، سفارش سازی کرده واسه چیه؟ مجزای سازی. خب میشه بهترین گزینه واسه چیه؟ مجزای سازی. خب که ما تو جلسه تو فیلم بعدی میگیم بحث چی رو ESX و ESX چیه؟ نصف